این مرز قشنگ همهتون بخیر، در خدمت شما خوبان قرار داریم و امروز مهماندار هم هستم در استودیو که صحبت های ما را با مهمان ما آغاز خواهد کردیم و شما هم بیننده ما باشین. تشکر میکنم از تمام شما عزیزان که تا این لحظه ما را همراهی کردین. خدا کنه که تا پایان برنامه همچنان ما را دنبال کنین. در این لحظه تا برنامه قسمی که با شما عزیزان گفتم مهماندار هستم، بانو لطیفه سلطانی با ما هستن، مسئول بخش زنان و در رابطه با موضوعی که میخوایم صحبت داشته باشیم، وضعیت زنان هستی که 8 مارچ امسال چگونه برگزار شد و اینکه چه اتفاقات افتاد و چقدر وضعیت زنان بانو سلطانی البته خوبتر میبینن و اینکه در آینده ها چی پلان هایی دارن برای زنان صحبت هایی میداشته باشیم. پس شما هم برای دنبال کنید. سلام بر شما نیمه روستان، بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام خدمت شما و بینندگان محترم، برنامه شما تقدیم میکنم. تشکر شما. تشکر، زنده باشین. خب بانو سلطانی، خوب است که بحث ما را از اینجا آغاز کنیم. موضوعی که امروز انتخاب کردیم در رابطه با وضعیت زنان هست و میخوایم از 8 مارچ صحبت کنیم که چند روز قبل البته 8 مارچ بود و مصادف میشد با روز زن. حالا میشه شما صحبت های داشته باشین که امسال 8 مارچ چگونه برگزار شد در افغانستان و چقدر شما وضعیت زنان یعنی برش خوشبین هستین و فکر میکنین که یعنی خانم ها از اون خشونت و از اون وضعیتی که در گذشته ها داشتن فعلا دیگه یعنی کم کم رو به تمامی هست و میتونن یعنی به اونا سهم داده شود در عرصه های مختلف. درست شما دقیق فرمودین، وضعیت زنا امسال در 8 مارچ کم متفاوت بود نسبت به سالهای گذشته. او هم در قسمت یکی صدای زنان نسبت به سالهای قبل قوی تر شده بود. و شما میدانین که موضوعات صلح یک از موضوعات بسیار داغ هست، موضوعاتی هستند که یعنی تمام مردم افغانستان، چی آنهایی که در داخل افغانستان هستند، چی کسانی که در بیرون از افغانستان هستند، بله، همه ایشان مصروف چی هستند، یعنی درگیر همین موضوع صلح هستند که نگرانی های مردم افغانستان هم به جا هستند، مطالبات مردم افغانستان هم شنیده میشه که مردم چه خواستهایی دارن و چه انتظاراتی دارن از جریان مذاکرات صلح که تا هنوز هم به صورت رسمی میان دولت و میان مخالفین مسلح آغاز نشده. ما 8 مارچ امسال به گونه متفاوت نسبت به سالهای قبل دیدیم. در این 8 مارچ ما شاهد برنامه های متفاوت کم و سابق از جانب ادارات مختلف بودیم در افغانستان که اینا به نحوی گرامی داشتن بودن از روز جهانی و همبستگی زنان، خصوصا توانایی های زنان افغانستان خیلی از نهادها با برگزاری برنامه های متفاوت اینا به نمایش گذاشتن، مثلا نمایش نامه عکاسی داشتن، از طریق تلویزیون ها دیدیم، مسابقه فوتبال بانوان دیدیم و بعض برنامه های متفاوت دیگه چند روز قبل تجارت آنلاین از جانب خانم ها دیدیم که مدیریت رهبری می شد. و از همه مهمتری که این روزها گفتمان ها و برنامه های بسیار داغ و کنکاشی در رابطه با وضعیت حقوق بشری زنان در جریان مذاکرات صلح و همچنان تقویت مشارکت سیاسی زنان صحبت میشم و این مسئله ما شما رو امیدوار ساخته که صدای زنان نسبت به گذشته قوی تر شده و زنان افغانستان میخواه که به خاطر تصمیم گیری در رابطه با رفاهشان، در رابطه با خوشبختیشان و آیندهشان یعنی صدای قوی تری داشته باشن و آرزو داره که این صدای در جریان گفتگوهای صلح همچنان مد نظر گرفته شود. بسیار خوب بانو سلطانی، به نظر شما زمانی که یعنی همچین برنامه های برگزار میشه با نام های مختلف، حالا 8 مارچ و یا هم موضوعات بعدی که یعنی همیشه به عنوان از اینکه زنان رو بخواین تشویق کنن، این برنامه ها از دیدگاه شما که یک زن هستین چقدر میتونن بر زنان افغانستان روحیه بده تا اینکه بتونن در عرصه های مختلف فعالیت کنن؟ قسمی که شما اشاره داشتین و ما هم شاهدش بودیم که نهادهای مختلف البته زمینه ها رو مساعد ساختن به خاطر اینکه زنانی که یعنی میخواین کار را انجام بدن یا تجارت بشه هستن بتونن مو کارهای دستی خودشان یا صنایع دستیشون بیان اونجا به فروش برسن، یک زمینه رو براشون مساعد ساخته. از دیدگاه شما این برنامه ها چقدر میتونه بر زنان افغان البته روحیه بده با مشکلاتی که در افغانستان فعلا وجود داره؟ محتوای برنامه نسبت به سابق کاملا فرق کرده. چندین سال قبل زمانی که ما شاهد تدویر برنامه های از جانب نهادها به مناسبت تجلیل از 8 مارچ بودیم، برنامه ها بیشتر شکل تجملی و تجلیل به خود داشت. ولی کم کم این برنامه ها تغییر کرده. این در سابق تحفه می دادن، چادر می دادن به زنان، مثلا تجلیل می کردن، سرود می خواندن،
یک سخنرانی میکردن، هر نهادی بنابه خود همچو برنامه داشتن، توفه میدادن بزنن، ولی فعلا برنامه ها نوعیتش تغییر کرده، محتوای برنامه ها نسبت به سابق پربارتر شده. ما در دو سه سال اخیر شاهد هستیم که بیشتر دستاورد زنان به نمایش گذاشته میشن. بله. زنانی که در عرصه ورزش کار میکنن، اینا کوشش میکنن که در عرصه به مناسبت 8 مارچ کارهایشان را به نمایش بگذارن و این تشویق میشه زنان. زنانی که در عرصه هنر نقاشی کار میکنن، اینا هم کار دستیشان را به نمایش میگذارن. زنانی که میخواین مثلا چند قدم پیشتر اینا رو به جلو حرکت بکنن، تجارت آنلاین رو برابر نازن، از این طریق زنان تشویق بکنن برای استقلالیت اقتصادیشان هم کارها و ابتکارشان رو به نمایش میگذارن و تعداد زنان هم که در برنامه ها و در گفتمان ها شرکت میکنن، شکل این برنامه ها هم تغییر کردن. یعنی دیگه اینا بیشتر به تقدیر و چی به تمجید و توصیف زن نمیپردازن. بله. اینا کوشش میکنن از دید انسانی مشترک که به مردها نگاه میکنن و زن ها همچنان نگاه بکنن. بله. و بیشتر روی ظرفیت سازی زنان، روی توانایی های علمی و توانایی مالی زنان بیشتر تاکید میکنن و همچنان روی اهمیت نقش زنان در توسعه یک کشور و در بازسازی یک کشور تاکیدات بیشتر صورت میگیره. این تفاوتی است که ما در این برنامه ها نسبت به سالهای قبل میبینیم. فقط در سابق از زنان قهرمان یاد میکردن، زنان قهرمانی که در گذشته اینا ابتکاراتی کرده بودن و دستاوردهایی داشته بودن، ولی امروزه با وجودی که با الهام از ابتکارات زنان گذشته زنان امروز هم استفاده میکنن، اما اینا تلاش میکنن که بیشتر دستاوردهای زن امروز اینا به نمایش بگذارن و کوشش میکنن روی چالش ها و محدودیت های بسیار ساختاری و بنیادی که به عنوان یک چالش فرا روی زنان افغانستان هنوز هم قرار داره اینا تاکید بکنه و راه حل های نوی را اینا پیشنهاد بکنه برای اینکه زنان افغانستان تشویق شوند و بیشتر روی اتر هم یک راه حل ها تمرکز بکنن و شاید تغییرات مثبتی در زندگیشون باشن. بسیار خوب. زمانی که شما از تغییرات یادآوری میکنین که نسبت به سالهای گذشته، امسال 8 مارچ به طور متفاوت برگزار شده بود و اینکه بانوان هم تانسته بودن، یعنی کارهایی که داشتن اونا هم بیارن و به صحنه بکشن تا همگی آگاه شو از کارهایشان و توانایی هایشان که چقدر بانوان افغان میتونن توانایی خوب داشته باشن. و قسمی که ما همیشه در شعار ما اینو میگیم که یعنی حقوق زن و مرد مساوی هست و تانسته باشن یک 50% حداقل مو حقشون رو بعد ساورده باشن، اگر کامل به طور کامل حقشون هم نگرفته باشن. حالا از دیدگاه شما میشنویم بانو لطیفه سلطانی که یعنی این برنامه هایی که برگزار شد و آیا نتیجه هم داشت و شما اشاره داشتین به این موضوع که متفاوت بود از سالهای گذشته، نتیجه چی بود و چقدر به عنوان تونستن از این نتیجه خوب بگیرن؟ شما شاهد هستین که ما تفاوت ها رو در چی میبینیم؟ در کیفیت برنامه ها و ای که صدای زنان افغانستان در سال جاری خیلی قوی شده و در سابق اینا میگفتن که ما نگران هستیم تنها، اما امروزه زنان افغانستان خواستهای بیشتر دارن و خواستهای جدیتر و ساختاری تری دارن. اینا میخواین که دولت افغانستان ارزش ها قانون اساسی افغانستان مورد احترام بگذاره. بله. و به مخالفین مسلح دولت افغانستان اجازه نتن که اونا ارزش های مندرج در قانون اساسی را اینا به بازی بگیرن و دستاوردهای عبدالسال زنان مورد معامله سیاسی قرار بگیرن. زنان افغانستان یعنی بیش از پیش فعال شدن، شعور سیاسیشان هم خوب تا جای بالا رفته، گرچه که هنوز هم ما در قسمت سیاست یعنی به بلوغ سیاسی نرسیده زنان افغانستان، هم قسمت که مردهای ما هم در مدیریت متاسفانه همی گپا مشکل دارن در عرصه سیاسی، اما زنان افغانستان خوشبختانه دانش سیاسیشان خوب شده، اگر یعنی به بلوغ کامل نرسیدن آگاهی سیاسیشان بالا رفتن و میفهمن که اینا از چی زوایایی مثلا قربانی میشن. یعنی اگر در پروسه صلح و جریان گفتگوها و روند مذاکرات صلح با مخالفین مسلح دولت افغانستان زنان افغانستان یک پارچه و با همبستگی و اتحاد کامل اینا اقدام نکنن، بازنده پروسه زنان افغانستان هستن. بله. یعنی به ظاهر خب مردم میگه که حالا خیر، اگر زنان هم شکست بخوره اینا خانه باشن، ما هستیم نانوار و نفقه آور خانواده ما هستیم، ولی در یک جامعه که ما نصف نفوذ جامعه رو فلج بکنیم، مردای جامعه نیست خوشبخت نمی باشن. بله، چون زن خوشبخت
خانواده خوشبخت تأسیس میکنه و اداره میکنه و خوشبختی جامعه امروز ما در گرو خوشبختی خانواده نهفته است. و زمانی که ما جامعه خوشبخت خانواده خوشبخت نداشته باشیم، کشور خوشبخت نمیداریم و انسان ها هم در یک جامعه خوشبخت نمیباشند. بله، پشت هر مرد موفق یک زن موفق است. اگر به عنوان موفق نباشه، پس 100% مردم هیچ وقت نمیتونن موفق باشن. چطور بونس دادی؟ خب حالا زمانی که ما از 8 مارس یادآوری میکنیم و میگیم امروز روز زن است، آیا فقط از دیدگاه شما ما یک روز میتونیم اختصاص بدیم برای عنوان بگیم امروز روز شما هست و ما امروز هم میتونیم تجلیل بکنیم و ای که برنامه های مختلف را فقط به یک روز اختصاص بدیم و این نمایش بدیم به همگی که یعنی امروز روز زن است و ما اینقدر کارها را انجام دادیم؟ آیا از دیدگاه شما این شیوه درست میتونه باشه یا خیر ما میتونیم هر روز روز ما باشه و هر روز ما بتونیم برنامه های متفاوت داشته باشیم، یا کسانی که در رأس هستن یا عضو نهاد هستن اونا بتونن کارهای متفاوت را برای عنوان یا زمینه های متفاوت را برای اونا فراهم بسازن تا مثل ای که در روز زن کارهایی را انجام دادن تا بتونن توانایی های زنان روی صحنه بکشن و همچنان در روزهای دیگه هم که بجز از روز زن است یا روزهای مناسبتی بتونن توانایی های خانم ها را به صحنه بکشن که اونا هم واقعا توانایی فوق العاده ای دارن. شما دقیق اشاره کردین بستگی داره بر برداشت آدم ها. شما میبینید که 8 مارس یعنی روز همبستگی زنان تاریخ فلسفی بسیار طولانی داره. دقیقا. اولین بار که زنان در نیویورک و در شیکاگو نسبت به تظاهرات زدن به خاطر حقوق سیاسیشان و به خاطر اینکه اینا تظاهرات کردند که تعداد ساعت کاریشان خیلی زیاد بودن اما در برابرش مزد کمی میگرفتن، یا در رابطه در برابر نابرابری و تبعیض قد علم کردند، مظاهره کردند و از حقیرهشان دفاع کردند. در این رقم اینمی روزی که این زنان بسیار دلیر و شجاع مظاهره کردند و قد علم کردند، زنان زیاد کشته شد و می خاطر بود که سازمان ملل متحد تایی کنفرانس های متفاوتی و به یاد بودی از زنانی که کشته شده بودند و کار مفید را این انجام دادن، یک روزی را به نام روز زن اینا نامگذاری کردن که 8 مارس هست. یعنی 8 مارس همه ساله نسل به نسل انتقال پیدا میکنه و تکرار میشه و این 8 مارس برای ما یک تکان است به این معنی که برنامه ها باید مرور شود که چقدر برای زنان کار صورت گرفته، چقدر پالیسی ها به نفع برابری جنسیتی بوده، چقدر برای حقوق و حقوق زنان در هر کشوری مثلا تلاش صورت گرفته و مبارزات طولانی صورت گرفته. این در واقع بررسی دستاوردها و بررسی پالیس ها و دستاوردهایی که دولت در هر کشوری در مورد شهروندانشان بخصوص زنانشان انجام میدن، این روز در کل خوب است که به میتخوام یک مسئله اختصاص داده شود. ولی در کشورهای در حال جنگ و پس منازعه و کشورهای جهان سوم مثل کشور ما و شما، این روز از یک طرف مایه خوشحالی هست. بله. زنان افغانستان به خود میبالند که اینا حداقل در این عرصه کار کردن، رنج کشیدن و به فکر زنان افغانستان بودن و از طرف دیگه هم یک احساس غرور میکنن که یعنی زن موجود است که جهان به عنوان یک انسان به دیده قدر طرفش نگاه میکنه و یک قسم رخنمایی میکنه که مردم افغانستان همچنان معتقد شوه، باورمند شوه که زنان در کنار مردان از جنس واحد آفریده شده و مثل یک مرد انسان هست، باید به او به دیده قدر نگریسته شوه و کارهایی که میکنه کارهای مفید است. زنان افغانستان از این طریق میخواهند به جامعه شان ثابت بکنن که زنان مثل مردان مثل مردها در مدیریت بخش های کلان اجتماعی همچنان میتونن فعال باشن، میتونن سهم بگیرن و میتونن از خود قابلیت و درایت نشان بدن. این روز در واقع برای همین است. آها، بسیار خوب. شما در رابطه با این صحبت داشتین بانو لطفه سلطانی که یعنی در کشورهای مختلف به خاطر اینکه بانوان بتونن همو جایگاهشون رو به دست بیارن و برشون همو حقشون رو بتن کارهای متفاوت انجام دادن. حالا در افغانستان چقدر کارها به خاطر بانوان صورت گرفته یا انجام داده شده از نهادهای مختلف یا هم کسانی که در رأس هستن، چقدر بر بانوان کار کردن از دیدگاه شما؟ خب پس از شکست طالبان در افغانستان ما شما شاهدیم که فصل تازه‌ای برای زنان افغانستان باز شد و پس از پیروزی نظام جدید افغانستان و روی کار آمدن این نظام جدید، خوشبختانه زنان افغانستان تحرکی از خود نشان دادند، پالیسی ها به نفع زنان رقم خورد و برنامه های زیادی برای نفع برابری جنسیتی در افغانستان ایجاد شد. مثلا قانون اساسی افغانستان، فصل دوم قانون اساسی افغانستان حقوق و واجبات اتباع هست که در او تسجیل شده و این فصل یک فصل بسیار غنی و یک ضمانت بسیار قوی هست برای تمام شهروندان افغانستان بخصوص زنان افغانستان. در ماده 22 میگن که تمام اتباع افغانستان، اگرچه متاسفانه کلمه اتباع اشاره شده و این همو نگاه حاکمیت مطلقه هست که از سابق مانده، ولی خوب است که ما شهروند با او اطلاق بکنیم. بله. تمام شهروندان دارای در برابر قانون دارای
حق و حقوق مساوی هستند. تبعیض و امتیاز بین هیچ شهروند افغانستان وجود نداره، بین اتباع افغانستان وجود نداره. با این که زن و مرد در ساختن جامعه، تاریخ انسان، بازسازی و همچنان توسعه کشورشان سهم مساوی دارن. در رابطه با حق کار سهم مساوی دارن، حق صحت سهم مساوی دارن، حق تحصیل و آموزش سهم مساوی دارن. پالیسی های بسیار زیادی به نفع برابری جنسیتی هم تسجیل شد. ولی امروزه که زنان افغانستان سخت در تلاشن و صدا پیدا کردن و میخوان که مبارزه بکنن، اینا ترس دارن. ترس از دست آوردن امی عبد سال دست آورد که اینا را از دست نتن. خصوصا در جریان گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح دولت افغانستان که اینا قرائت متحجرانه از دین دارن و یا همچنان احترام به حقوق زن در چوکات دین دارن. البته هم دین خودشان از او برداشت دارن که بسیار یک دین خطرناک هست و قرائت زنا بسیار قرائت مرگبار است برای زنان افغانستان و ما دوباره به یک دوره متحجرانه متاسفانه قدم میگذاریم اگر واقعا در موافقت نامه صلح یادی از حقوق زنان و برابری جنسیتی نباشه یا اگر امی پروسه کاملا با روی کرد جنسیتی مدیریت نشوه زنان افغانستان بدبخت میشن و در کل جامعه افغانستان بدبختن. پس حالا که بیاییم و این ترس از بانوان دور بسازیم و برشان این مفکوره را یا این ذهنیت برشان بتیم که یعنی اونا میتونن کار انجام بتن و زمانی که ما همیشه میگیم یعنی که توانایی دارن بانوان و کارهایی را میتونن انجام بتن، هر کار را که یک مرد میتونه انجام بده یک بانو هم توانایی انجام دادن اون کار را داره، زمانی که ما بیاییم و این را برش بگوییم پس با کدام کارها و با کدام برنامه‌ها و حکومت چقدر میتونه سهم داشته باشه تا بتونیم همین مفکوره یا همین ذهنیتی که برای بانوان داده شده که یعنی اونا یک ترس در دلشان هست و نمیتونن کار را انجام بدن همین را دور بسازیم. این بستگی را به تعهدات حکومت افغانستان، هر قدر که دولت افغانستان بتونه تعهداتشان را به صورت درست عملی بسازه زنان افغانستان اونقدر تشویق میشن، مورد حمایت قرار میگیرن و اعتماد به نفس دارن. اگر متاسفانه ما سلنگاری از جانب حکومت داشته باشیم و مشاهده بکنیم، زنان افغانستان هیچگاهی حمایت هم نمیشن، ما به برابری جنسیتی هم نمیرسیم و در پروسه صلح هم زنان از جمله بازندگان اصلی پروسه هستند. که شما مطمئن باشین که فقط اونم یک تعداد زنانی که در خانه هستن و مجبورن و به ناچار تحمل بکنن، تعداد خیلی زیاد زنان افغانستان از صحنه کنار میرن و این راه حل نیست، این درد ما رو دوا نمیکنه. نگرانی زنان افغانستان امروزه بیشتر از این ناحیه هست که هنوز هم اراده بسیار قوی و کافی برای پیوستن با پروسه صلح وجود نداره، چون مخالفین یگانه تلاششون همی هستن که نیروهای خارجی زودتر از افغانستان برایه و این درد مردم افغانستان دوا نمیکنه. محدود ساختن مثلا وابستگی سیاسی افغانستان به کشورهای بیرون از صلاحیت هیچ کسی نیست که هر کی به خود بیاید اجازه بده بگه که دولت افغانستان با کی روابط سیاسی و نظامی داشته باشه و با کی نباشه. شما ببین در دور برتان کشورهای همسایه کدام کشور است که ندارد؟ ایران ندارد، پاکستان ندارد، حتی چین ندارد، هندوستان ندارد، دارد. پس ما چرا نداشته باشیم؟ آیا تعهدات، روابط و مراودات بین الملل ایجاب نمی کنه که افغانستان برای حفظ ثباتشان و وابستگی سیاسی به یک کشور قدرتمند داشته باشه؟ داره، می داشته باشه، ایجاب میکنه. اما یکی مخالفین بیشتر سر این موضوع تاکید میکنه، ثابت میشه برای ما که اینا هنوز اراده کافی برای صلح ندارن و همچنان هیچ احترامی به اراده مردم افغانستان ندارن، در حالی که به نظام افغانستان ندارن و این نظام هرچی که باشه، کارآمد باشه ناکارآمد باشه، نظامی که مبتنی بر اراده مردم هست. مردم افغانستان با پای صندوق‌های رأی رفتن، اگر در انتخابشان اشتباه کردن یا مثلا دقیق بودن، این انتخاب مردم افغانستان بودن. امروز حق از اونها هستن، بناً احترام به قانون اساسی افغانستان، در واقع احترام به مردم افغانستان هستن، احترام به عزت و حاکمیت مردم افغانستان هستن، احترام به قانون اساسی افغانستان، در واقع احترام به زنان افغانستان هستن. و این مسئله ثابت می‌سازه که ما به یک قسم به طرف پیشرفت هستیم، یعنی رو به جلو هستیم نه رو به عقب. ولی اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا بکنه و مخالفین فقط تلاش همی باشه که نیروهای خارجی بره و هیچ سردولت هم حساب نکنه، خواست های قربانیان جنگ و مردم افغانستان و زنان افغانستان در نظر نگیره، یعنی دوباره هم آش است و هم کاسه و اینا فقط برای قدرت طلبی می جنگن و برای انحصار قدرت می جنگن، در حالی که ادعا میکنن که ما هدفمون انحصار قدرت در افغانستان است. اگر نیست پس چی هست؟ بله واقعا تشکر بانو لطیفه سلطانی از شما که تشریف آوردین، صحبت‌های خیلی خوب داشتیم. اگر کدام گپ از بحث ما باقی مانده باشه یا پرسشی که ما از شما نپرسیده باشیم، بس خیلی کوتاه از شما بشنیم. تشکر، شما سلامت باشین. ما امیدوار هستیم که زنان افغانستان اتحادشان رو حفظ بکنه و ما تا مارچ آینده شاهد یک دستاورد خوبتر و اساسی تری نسبت به امسال باشیم. ان شاء الله. تشکر از شما، ان شاء الله که شما همیشه موفق باشید. سلامت باشید. سلامت باشید.
بیننده های عزیز تشکر از شما خوبان هم که تا این لحظه ما را همراهی کردین. در این دقایق برنامه هم میان برنامه خیلی کوتاهی داریم و پس از وقفه برمیگردیم. در ادامه برنامه با ما باشید. تشکر از این که برنامه ما را تماشا کردید. اگر میخواهید برنامه قبلی را تماشا نمایید اینجا را کلیک کنید و اگر میخواهید برنامه بعدی را ببینید اینجا را کلیک نمایید و اگر میخواهید به چینل یوتیوب ما بپیوندید اینجا را کلیک نمایید.